برخیز که باد صبح نوروز در باغچه می کند گلفشان. خاموشی بلبلان مشتاق در موسم گل ندارد امکان. با سلام و درود به شما شنوندگان گرامی و همیشگی رادیو ایراوا، به آخرین برنامه رادیو ایراوا از سال 1395 خیلی خوش آمدید. برنامه امروز 29 اسفند 95 برابر با 19 مارس 2017 یعنی سال روز ملی شدن صنعت نفت ایران رو آغاز میکنیم. روح دکتر مصدق و دکتر حسین فاطمی، این بزرگمردان تاریخ ایران، شاد و یادشان گرامی باد. برنامه نوروزی ایراوا رو با شادمانه ترین تبریکات نوروزی تقدیم حضورتون میکنم. امیدوارم که در هر کجای جهان که هستید شاد و تندرست باشید. سال 1396 فردا دوشنبه 20 مارس ساعت 6:28:40 بامداد در اتاوا تحویل خواهد شد و بهار به طور رسمی به این سرزمین هم خواهد رسید. به امید تحویل زمان آزادی ایران و سرنگونی رژیم آخوندهای ضد ایرانی. بستان شد زن و عروس گل چمن گلستان شد بیا به بستان ببین گلستان شکوفه باران شد در این بهار گل تو از جفا بگذر دست آور چلال بود شو به خند لب ها چلال خندان شو نگاه نرگس نا بنفش خندان Man.
گلستان شد. نوروز با جشن ملی چهارشنبه سوری شروع میشه و مردم با آتش به استقبال این روز تاریخی میرن. سنت‌های این جشن در مناطق مختلف ایران فرق میکنه، ولی وجه مشترک همیان‌ها شادمانی هست و گرمایی که از آتش ساطع میشه. در کشورهایی مثل ایران و افغانستان که تقویم هجری شمسی به کار برده میشه، نوروز روز آغاز سال نو هست، اما در کشورهای آسیای میانه و قفقاز تقویم میلادی متداول هست و نوروز به عنوان آغاز فصل بهار جشن گرفته میشه و روز آغاز سال محسوب نمیشه. هرچند منشأ و زمان پیدایش نوروز به درستی معلوم نیست، اما برخی از روایت‌های تاریخی آغاز نوروز رو به بابلیان نسبت میده که بر طبق این روایت‌ها رواج نوروز در ایران به 538 سال قبل از میلاد، یعنی زمان حمله کوروش به بابل، باز می‌گرده. همچنین در برخی از روایت‌ها از زرتشت به عنوان بنیانگذار نوروز نام برده شده. کوروش دوم، بنیانگذار هخامنشیان، نوروز رو در سال 538 قبل از میلاد جشن ملی اعلام کرد و در این روز برنامه‌هایی برای ترفیع سربازان، پاکسازی مکان‌های همگانی و خانه‌های شخصی و بخشش محکومان اجرا می‌نمود. این آیین‌ها در زمان دیگر پادشاهان هخامنشی نیز برگزار می‌شد. در زمان داریوش اول مراسم نوروز در تخت جمشید برگزار می‌شد. البته در سنگ‌نوشته‌های به جای مونده از دوران هخامنشیان به طور مستقیم اشاره‌ای به برگزاری نوروز نشده، اما بررسی‌ها بر روی این سنگ‌نوشته‌ها نشون می‌ده که مردم در دوران هخامنشیان با جشن‌های نوروز آشنا بودند و هخامنشیان نوروز رو با شکوه و بزرگی جشن می‌گرفتند. شواهد همچنین نشون می‌ده که داریوش اول هخامنشی به مناسبت نوروز در سال 416 قبل از میلاد سکه‌ای از جنس طلا ضرب نمود که در یک سوی اون سربازی در حال تیراندازی نشان داده شد. در دوران هخامنشی جشن نوروز در بازه زمانی بین 21 اسفند تا 19 اردیبهشت برگزار می‌شد. از برگزاری آیین‌های نوروز در زمان امویان نشانه‌ای در دست نیست و در زمان عباسیان نیز به نظر می‌رسد که خلفا گاهی برای پذیرش هدایای مردمی از نوروز استقبال می‌کردند. با رو کار آمدن سلسله‌های سامانیان و آل بویه جشن نوروز با گستردگی بیشتری برگزار می‌شد. در دوران سلجوقیان به دستور جلال الدین ملکشاه سلجوقی تعدادی از ستاره شناسان ایرانی از جمله خیام برای بهترسازی گاهشمار ایرانی گرد هم آمدند. این گروه نوروز رو در یکم بهار، یعنی ورود آفتاب به برج حمل قرار دادن و جایگاه اون رو ثابت کردند. بر اساس این گاهشمار که به تقویم جلالی معروف شد، برای ثابت موندن نوروز در آغاز بهار مقرر شد که حدوداً هر 4 سال یک بار تعداد روزهای سال رو به جای 365 روز برابر 366 روز در نظر بگیرن. این گاهشمار از سال 392 هجری آغاز شد. نوروز در دوران صفویان نیز برگزار می شد. در سال 1597 میلادی شاه عباس صفوی مراسم نوروز رو در امارت نقش جهان اصفهان برگزار کرد و این شهر رو پایتخت همیشگی ایران اعلام نمود. Oh.
صفا نباشه در این دهار طرف از آب و زندگی بردش به کنج عزلت نشستنت روا نباشه سایبان عشق تو سینه نخست، دل گلستانی از این خوشتر نجست. سینه دوم سینه پرمهر تو، روشنایش سر زند از چهره تو. سینه سوم ساغر چشمان تو، مست مستم از شراب جان تو. سینه چهارم ساحل آغوش تو، جان فدای جان دریانوش تو. سینه پنجم با تو سیر معنوی، شور حافظ شعله های مثنوی. ساقی دریا صفت سین ششم، پیش لطفش کفر و ایمان گشته گم. سین هفتم در سمایی پرشرر، چرخ چرخان با تو هر شب تا سحر. گسترانم خان نوروزی چنین، لطف فرما شو بران بالا نشین. بی حضورت نیست در جانم قرار، ای حضورت خوشتر از هر نو بهار. جمشید پیمان. بلبلی آوای صدا سیم و مهونم، آی دختری دست میرن آواز مهونن.
بهار میام همم خوشحالیم، هی که جمعیم دور یک هیچ غمی ناریم، ایدو ما بهارم آمده تو دیرم، آی ار بهام ترکت بکم بی تو بمیرم. سفره هفت‌سین یکی از پرمعناترین و زیباترین سفره‌هایی است که در ایران در جشن‌های مختلف پهن میشه. اجزای هفت‌سین سفره نوروزی که علامت هفت امشاسپند یا همون هفت ایزد هست، دو خاصیت مهم دارن. اول اینکه با سین شروع میشن و بعداً خوردنی هستن. به عبارتی هفت‌سین شامل سبزه، سمنو، سماق، سیب، سنجد، سرکه و سیر میباشد. بقیه اجزای سفره هفت‌سین از قبیل آینه، ماهی قرمز در تنگ بلور، شم، کتاب، آجیل، شیرینی، گل، تخم مرغ‌های رنگ شده و غیره هستند که هر کدوم معانی خاص خودشون رو دارن، ولی مخرج مشترک همه اونها زندگی است. سالتون رنگین و شاد باد. سبز کردن واسه هفت‌سین سفره چیدن، خوش به زنگ عید تازه صدای توپ و شنیدن، رقص ماهی های قرمز کنار سفره هفت‌سین، خط عیدتون مبارک روی تخم مرغ رنگین، شاد و خندون چن رقصه چه باج پیروز، اسکناس تا نخورده میده عیدی امون و روز. همه جا زده جوونه، شاد و خندون چه میرقصه توی کوچه حاجی پیروز،
اسکناس تام نخورده میده عیدی امون و روز چیدم گوش به زنگ عید تازه صدای تو شنیدم رقص ماهی های قرمز کنار سفره یاسین خط عید تو مبارک روی تو مرغ رنگین شاد و خندون چه میرقصه توی کوچه حاجی فیروز اسکناس تا نخورده میده عیدی امون و روز زده جوونه شاد و خندون چه میرقصه توی کوچه حاجی فیروز اسکناس تا نخورده میده عیدی امون و روز میده عیدی امون و روز شاد و خندون چه میرقصه توی کوچه حاجی فیروز اسکناس تا نخورده مجمع عمومی سازمان ملل در نشست 4 اسفند سال 1388 23 فوریه 2010 با تصویب یک خطنامه در مقر سازمان در نیویورک 21 ماه مارس رو به عنوان روز جهانی نوروز و فرهنگ صلح در جهان به رسمیت شناخت و اون رو در تقویم خودش جای داد. در متن به تصویب رسیده در مجمع عمومی سازمان ملل نوروز جشنی باریشه ایرانی که قدمتی بیش از 3000 سال داره و امروز بیش از 300 میلیون نفر اون رو جشن میگیرن توصیف شده. پیش از اون در تاریخ 8 مهر 1388 نوروز توسط سازمان علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد به عنوان میراث معنوی به ثبت جهانی رسیده بود. در تاریخ 30 مارس 2009 برابر با 10 فروردین 1388 پارلمان فدرال کانادا هم اولین روز بهار هر سال رو به عنوان نوروز، عید ملی ایرانیان و بسیاری اقوام دیگه به نام نوروز دی نامگذاری کرد. ایالت اونتاریو هم 20 مارس رو به عنوان روز نوروز به رسمیت شناخته، هرچند تعطیل رسمی نیست. جغرافیای نوروز با نام نوروز یا مشابه اون سراسر خاورمیانه، بالکان، قزاقستان، تاتارستان، ترکستان چین، سودان، زنگبار، در آسیای کوچک سراسر قفقاز تا آستراخان و همینطور آمریکای شمالی، هندوستان، پاکستان، بنگلادش، بوتان، نپال و تبت رو شامل میشه. کردها این جشن رو در فاصله بین 18 تا 21 مارس جشن میگیرن و در هنگام نوروز با گردهمایی در بیرون شهرها به استقبال بهار میرن. در این گردهمایی‌های نوروزی زنان کرد لباس‌های رنگین و شال‌های پرزرق و برق می‌پوشن و مردان جوان کرد هم پرچم‌های سبز و زرد و سرخ رو برافراشته و با رقص و پایکوبی گرد آتش نوروز رو پاس و زنده نگه می‌دارن.
غریب و هم بار سازم ساز گیان 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 کم اریلو بباری توم را عالم دیزانه سازم ساز گیان 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 کم اری گرفتاری توم سوزه سوزه گیان 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 کم اری غریبی خاصه اری ویش لجمله سوزه گیان 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 کم اری خدا نشناسه کاله وی کاله در بیر ماله کاله وی کاله در بیر ماله ارشادی بو کم یو اوهی 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 اری بدود اسماره ندوری تو بیمارم شاورش لو بباره واری خود بگمینه کافی یدی آزاره اگرچه نوروز به عنوان یک میراث فرهنگی در دوران معاصر همواره مورد توجه مردم قرار داشته و هر سال برگزار میشه، اما برگزاری جشن نوروز به صورت آشکار در برخی از کشورها توسط برخی حکومت‌ها برای مدت زمانی ممنوع بوده. حکومت شوروی برگزاری جشن نوروز رو در برخی از کشورهای آسیای میانه مثل ترکمنستان، قرقیزستان و تاجیکستان ممنوع کرده بود و این ممنوعیت تا زمان گورباچوف ادامه داشت. با این وجود مردم این مناطق نوروز رو به شکل پنهانی و یا در روستاها جشن می‌گرفتند. همچنین برخی از مردم این مناطق برای جلب موافقت مقامات محلی نام دیگری روی نوروز گذاشته بودند. به طور مثال در تاجیکستان مردم با اطلاق جشن لاله یا جشن 8 مارس سعی می‌کردند که آیین‌های نوروز رو به دور از مخالفت مقامات دولتی به جا بیارن. در افغانستان در دوران حکومت سیاه طالبان هم برگزاری جشن نوروز ممنوع بود و این حکومت تنها تقویم هجری قمری رو به رسمیت می‌شناخت. تا پیش از سال 2000 میلادی نوروز در ترکیه که توسط کردها برگزار میشه ممنوع و غیرقانونی بود و در اغلب مواقع نوروز با بازداشت کردها توسط نیروهای امنیتی ترکیه‌ای همراه بود. در سال 1992 دست کم 70 کرد در درگیری با نیروهای امنیتی ترکیه کشته شدند. امروز دولت ترکیه نوروز رو به عنوان جشن بهار ترکی به رسمیت میشناسه و جشن میگیره که به اون نوروز میگن. نوروز با ممانعت‌های مشابهی پس از حمله عرب به ایران روبرو بوده، اما از زمان روی کار آمدن آخوندها ضدیت با نوروز و جشن‌های نوروزی شدت پیدا کرده. در سال‌های اخیر گویی رسم شده تا به بهانه وفات یکی از خاندان محمد پیامبر اسلام به خیال خودشون از برپایی جشن نوروز جلوگیری کنند، ولی به قول یکی از آخوندهای حکومتی کوگوش شنوا، مردم به خصوص در شرایط اقتصادی بحرانی که بهشون تحمیل شده هر طور که بتونن نوروز رو جشن میگیرن ولو با یک حب قند. Follow.
پیش پای نوبهارم با من از گلها بگو، باغ می خواند مرا از رقص بلبلها بگو، از شمیم خاطر گلها ز باغستان دل، از شقایقهای عاشق عطر سنبلها بگو، از شکست و از پریشان حالی سرمادلان، از غرور قنچه امید و از دلها بگو، با من از رگبار باران بیقراری های ابر، از تلاطم های دریا صبر ساحل ها بگو، گرچه پرپر شد هزاران گل در این خاک اسیر، تو ولی از ریشه جوشان این گل ها بگو، سوت کور خانه ها را پر کن از نور و عسل، از لب خندان قفل باز منزل ها بگو، آب و جارو کن تمام کوچه را با عشق شوق، کاروان گل رسید از عشق محمل ها بگو، خصلت رود است اگر برپا کند یک فاصله، هم سفر از لهجه وصل دل پل ها بگو، از گل سرخی که میراند مرا تا خاطره، از من و ما شعله جانسوز محفل ها بگو. حمید نصیری، هی اختر. از آن خمره ز باز غزر که پول زده است به خانه عبز گیسوی، ز خنده گنده تو، ز گریه من که بر رخ تو، که بر رخ گل به هدیه چکی، ز برگ گلی که بر سر باد کوچه گذشت، از آن که دمی به شاخ نشست و رود و پرید، شکوف جهان قریب ممان ز روح بهار، اگر چه تو را هزار امید شکست و خمید، که شادی و غم به هستی ما به یک دگر هم و در پی هم روند و شوند نهان و قدید، دوبار بشون ز چهره خود بهار بسید، ممان که میگذرد ز هر چه حساب، بهار کنون تو زنده بدار بهار امید، بهار امید، غریب ممان اگر چه تو را ز باد خزان شکسته به رخ تبسم و عشق و چهره دمید، مگر که تو را نمانده به یاد به بهمن
من سر چگونه بهار زبان زد و شرار کشید چگونه بهار زبان زد و شرار کشید بهار بشون سه چهره کن بهار رسید بهار نمید بهار بشون سه چهره کن بهار به ممان نگر چه دگر ز جور خزان ز دست شده شمار گلی که ناشکفتی که آنچه شکست که آنچه فسرد نمار نمار به قفل بزرگ که سد رهد شده از گلی و در سحری ندیر و ندون ترین زنگنن به کوه و به دشت به شهر و به ده البته بهار هنوز به اتاوا نرسیده و هفته‌ای رو که پشت سر گذاشتیم اتفاقا خیلی هم سرد و طوفانی بوده، ولی به قول معروف زمستان رفتنی و آمدن بهار حتمی حتمی است. چشم دل بکشا و بین اسرار سبز، می نویسم روی برگ نوبهار، شعر گل با خامه پندار سبز. می کشد سر نرم نرمک پیچ پیچ، دختر نیلوفر از دیوار سبز. می برد هوش از سر صد اندلیب، رقص گل در صحنه تالار سبز. لاله ها، بابونه ها، گلپونه ها، خالکوب پیکر کهسار سبز. مانده از شعر روان چشمسار، روی برگ نوبهار آثار سبز. نوش نوش اینک بنوشد تشنه نور، قطره های شبنم رخسار سبز. وحچه خوش گلبوته های خال خال، نقش بند رنگی دیوار سبز. رقص خوش دارد میان دایره، دخت گل در گردش پرگار سبز. قالی گلباف نرم سبززار، جلوگر در پهنه تالار سبز. میخرد عطر فرح انگیز یاس، بلبل خوش نغمه در بازار سبز. ادلی هم چون لاله های آتشین، می نویسد خامه گر اشعار سبز. میر اسماعیل جبار نژاد، مشهور به میم ادلی.
در پایان بخش فارسی رادیو ایراوا یک بار دیگه فرارسیدن بهار و نوروز خجسته رو به همه شما آزادی خواهان ایرانی تبریک میگم و امیدوارم که سالی خوش و پربرکت در پیش رو داشته باشید با امید باز شدن درهای آزادی به روی مردم ایران. نوروزتون شاد و خجسته باد. بیدیمش کالا بدین چند قد جوانی کاکوله کاکوله سرخی یه لاله تی جون مانی کاکوله موشو تیمار بگو یافتی خواستگار کاکوله مره وعدی بدعی این سل بهار کاکوله کاکوله نکونا آز مره به خانم من تره زرم ساد تا بیبی میدم ساد کاکوله نکوناد بره به خانه آباد من تره زرم ساد تا بیبی میدم ساد کاکوله 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 پشت مرده بیام من تی انتظارم کاکوله میچه بالش که باره میده بیقرار حال نارم کاکوله تی دوری پشت مرده بیام من تی انتظارم کاکوله کاکوله نکناز میره به خانواز من تره زنم ساد تا بی بی میدم ساد کاکوله نکناز میره به خانواز من تره زنم ساد تا بی بی میدم ساد کاکوله 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 Hello everyone and welcome to Radio Irawa's New Year Special. Today is March 19, 2017.
Tomorrow, Monday, at exactly 6:28:40 a.m., spring will arrive in Ottawa as the Iranian New Year begins. Iranians stay home for the New Year and wait for the spring to arrive. A few minutes before that special time, they sit around their half-seen tables in their new and very clean clothes, hands in hands, watching the clock, or, as these days, watching different television channels, counting the seconds. The sound of explosion fills the air, and the family hugs and greets each other, offering each other Persian pastry, and the little ones get their brand new and crisp paper money. Those who live abroad call their families in Iran to wish everyone a great year ahead.
There is a 13-day period to visit friends and families for us Iranians. It's a very exciting time for the little ones and not so little ones, as they receive a lot of money during these visits. On the 13th day, the families head out to parks and become one with the nature. It's a tradition to get there early in the morning. They spend the entire day outside having fun with family and friends. The Iranian celebrations are unique and inclusive. People with all kinds of religions, from Christians, Jews, Baha'is, Muslims, and even those who do not believe in any religion, take part in the festivities. But Nowruz is truly a national celebration, for it brings people together at the precise time. Although it's called the Persian New Year, it is celebrated in many countries such as Afghanistan, Pakistan, some parts of India, Turkmenistan, Tajikistan, Kyrgyzstan, and even Turkey. And some countries call it a spring celebration. But whatever you call it, it's the first day of spring when the old man winter leaves and in its place sits a beautiful spring. And we are at the end of Irabaz Nowruz special. Thank you very much for being with us. Next week, I'll be here with a brand new show in a brand new year. My wish at the Hafsin table will be the freedom of Iranians and Syrians and all those who have fallen in the hands of fundamentalism headed by the Iranian regime. Till next Sunday at 3 p.m. here on CHUO 89.1 FM. Goodbye and bedrood, and as always, long live freedom. Happy Nowruz. Nowruz Mubarak. در زیبا شد بای بای چمن آرا شد در ایران جشن گلا زنو برپا شد نوروز آمد نوروز آمد هم خنده ی وی هم نغمه ی نگوید که چه پیروز آمد پیروز آمد پیروز آمد چمن بس جلوه گری داری بخور ای گل که هم نفسی چون بوی گلی در سینه گل جا داری جهان زیبا شد بای بای چمن آرا شد در ایران جشن گل ها زنو برپا شد من از تو گلم میخواهم گیراتر از خواب بهاری دل در تو وفا میجوید غافل که خطا میجوید میخواهد آن را که نداری بهاران جهان زیبا
شد بل بل چمن آرا شد در ایران جشن گل و زنو برپا شد نوروز آمد نوروز آمد هم خنده ی وی هم نغمه ی نی گوید که چه پیروز آمد پیروز آمد پیروز آمد شد بای بای چمن آرا شد در ایران جشن گل ها زنو